همه چیز درباره درخت گردو. درخت گردو به تعبیر بعضی ها بهترین فیلم محمد حسین مهدویانه. بیراه نیست اگر اون رو یک فهرست شیندلر ایرانی بدونیم که سعی میکنه فجایع و جنایات جنگی که بر سر مردم معمولی آوار میشه رو به تصویر بکشه و به تماشاگر حسی شبیه به حضور در دل یک فاجعه انسانی رو بده، به شکلی که انگار خودش بخشی از اونه. خبر رسیده که درخت گردو قراره به زودی به اکران آنلاین در بیاد و تماشاگرای کنجکاوی که موفق نشدن فیلم رو در جشنواره ببینن بالاخره امکان تماشاش رو پیدا میکنن. اگه شما هم جز اون دسته تماشاگرای کنجکاو هستید یا اگه درباره این فیلم چیز زیادی نمیدونید، این ویدیو رو تا آخر ببینید، چون سرنخ‌های خوبی بهتون میده و حکم یه راهنمای کوچیک برای ورود به جهان تغزلی درخت گردو رو داره. یادتون نره برای دیدن ویدیوهای بیشتر درباره سینمای ایران و جهان کانال یوتیوب سلام سینما رو سابسکرایب کنید. گاهی اوقات ورق زندگی آدمو خیلی ساده برمی‌گرده. وقتی میگیم جنایات جنگی، منظورمون اتفاقاتیه که در طول جنگ باعث یک فاجعه انسانی بزرگ در مناطق غیر نظامی و برای مردم عادی میشه. و درخت گردو درباره سیاه‌ترین روزهای سردشته. داستان فیلم از ماجرای واقعی مردی به نام قدیر اقتباس شده. در واقع قدیر بدل به چشم ناظر فیلمساز میشه و با برگشت اون به سردشت برای نجات خانوادش، فیلم فاجعه انسانی که در سردشت اتفاق میفته رو نشون میده. داستان درخت گردو جستجوی قدیر برای پیدا کردن خانوادشه، اما در لوای این فیلم بدل به یک مرسی سرایی تلخ و غم‌انگیز از احوالات کردنشینان این شهر مرزی میشه. فیلمی که در سلام سینما امتیاز 7.6 رو از کاربرا گرفته. سردشت یه شهر کردنشین مرزی در استان آذربایجان غربی. 7 تیر ماه سال 1366 صدام حسین با سلاح‌های شیمیایی که از اروپا خصوصاً آلمان خریده بود توی عملیات هوایی 4 منطقه مسکونی و پر ازدحام سردشت رو بمباران کرد. در جریان این حمله 110 نفر غیر نظامی کشته و بیشتر از 8000 نفر دیگه شیمیایی شدن. این حمله سردشت رو تبدیل به نخستین شهر قربانی حملات شیمیایی کرد. به هر حال پول برای دولت‌های بزرگ تو جنگ نسول. اما بذارید برگردیم به فیلم. پیمان معادی در درخت گردو بهترین بازی همه کارنامه بازیگریش رو ارائه داده. طراحی گریم و لباس و یاد گرفتن زبان کردی هم بهش کمک کردن که کاملا به عنوان یک کرد روستایی باورپذیر باشه. مینا ساداتی درخشانه و مهران مدیری هم یک بازی متفاوت و جدی از خودش به نمایش گذاشته. چیزی که واضحه و بسیار جالب اینه که چطور خود بازیگرها در طول فیلمبرداری تحت تاثیر این جنایت جنگی قرار گرفتن. پیمان معادی در مصاحبه‌های مختلف بارها گفته که ضبط بعضی از صحنه‌ها چقدر براش سخت بوده و عمیقا روحش رو خراشیده. یاد زن گفتم که پیمان واقعا غیر از فشار جسمی که توی کار تحمل کرد، فشار به خاطر بازی کردن صحنه‌های بسیار دشوار به لحاظ روحی توی فیلم، چند روزی واقعا توی بیمارستان بستری شد، یعنی فشار روحی عجیب رو تحمل کرد و واقعا ما داشتیم نگران میشدیم کم کم، به خاطر اینکه مثلا ما بعد از اون صحنه همون فیلم برداری کردیم کل گروه دچار این بحران روحی شدن و مجبور شدیم کارو تعطیل بکنیم. حالا نوبت بحث‌های حاشیه‌ای فیلمه. به هر حال وقتی محمد حسین مهدویان پشت دوربینه یه فیلم قرار میگیره، کلی حاشیه سرش هجوم میاره. دلیل اصلی شاید نگاه سیاسی فیلمساز به تاریخ معاصر ایران باشه که باعث شده درباره مقاطع حساس و جنجالی فیلم بسازه و این کلی دشمن براش تراشیده. من سعی کردم توی فیلمام راجع به موضوعات ملی فیلم بسازم و هر وقت راجع به موضوعات ملی فیلم ساخت میسازیم متهم به این میشیم که داریم در واقع از حاکمیت یا شیوه‌های حکمرانی دفاع میکنیم. کسایی هم که فیلم های انتقادی میسازن متهم به این میشن که کار ضد ملی دارن انجام میدن. البته این چیز جدیدی نیست، اما درباره مهدویان جریان‌های چپ و راست، اصلاح طلب‌ها و اصولگراها، دولتی و اپوزیسیون، همگی در جریان‌های افراطی خودشون با مهدویان مخالفن و همگی متفق القولن که اون تاریخ رو تحریف می‌کنه. البته که تاریخ واحدی هرگز وجود نداشت و نخواهد داشت. خلاصه که مهدویان برای بعضی ها بچه بسیجی و حکومتیه، برای بعضی ها یک ضد نظام پنهان و خطرناک. ما اول از همه تقدیم کنم به پدرم و همه پدران این سرزمین، همه پدرانی که داغ دیدن.
پدران داغ دیده سال 98، سیل تا حوادث آبان تا ماجرای سقوط هواپیما داغ دیدن. و نکته مهم اینه که این وسط فیلم های اون هستن که بین این دعواها از دست میرن و قربانی نگاه های متعصبانه میشن. مثلا درباره همین درخت گردو، افراطگراهای اصولگرا دقیقاً همین ضد جنگ بودن فیلم رو مورد انتقاد قرار دادن و گفتم فیلم به خاطر مونولوگ آغازینش درباره سربازهای عراقی داره به رژیم بعثی روی خوش نشون میده، یا اینکه رزمنده‌های ایرانی رو اصلاً به نمایش نذاشته. سمت دیگه جریان افراطی‌ها هم فیلم رو یه سوپاپ اطمینان میدونه و مهدویان رو یه نون به نرخ روزخور. موضوع مهیبیه و مسئله همه ماست، بخش از تاریخمونه و فیلم مال همه است، مال همه مردم. فیلم من نیست، فیلم گروه ما نیست، فیلم همه بچه‌هایی که اینجا امروز مدن فیلم رو دیدن، همه مردمی که میان تو سینما فیلم رو دنبال میکنن. این در واقع ادایدین سینماست به مردم کردستان. اما حقیقت اینه که مهدویان یکی از بااستعدادترین فیلمسازای نسل جدیده و در کنار تیم فیلمنامه نویسیش تبحر خاصی در تعریف درست یک داستان با همه سویه‌های مختلف تاریخی، اجتماعی و البته دراماتیک. فیلم‌های مهدویان از الگوهای زننده فروش موفق و گیشه سالاری پیروی نمی‌کنند و البته در دل داستان‌های هیجان‌انگیز ذهن مخاطبش رو با سوال‌های جدی و عمیقی مواجه می‌کنه. مسعود فراستی که به شکل قابل حدسی علیه فیلمه گفته فیلم مسئله و هویت ملی نداره و یه مسئله محلی رو با سوء استفاده میگه. یک مسئله ملی رو نمیگه، یک مسئله لوکال بومی رو داره میگه و با سوء استفاده هم داره میگه. بازی معادی که توی متری شیشونی خوبه، اینجا اصلا خوب نیست. یه سیبیل براش روشنن، یه لحجه دارن که در سراسر طول فیلم 3 دقیقه این حرف نمیزنه. مدیسا مهرابپور هم نوشته درخت گردو یک فیلم قومیه نه ملی. به ظاهر تفرقه آمیز این گزاره بها ندید و نذارید ذهنتون رو منحرف کنه. صحبت از یک تاریخ بیکس و بی‌سرزمینه، از مردهای درست مانند قدیر که صداشون هرگز به گوش نرسیده، کردهایی که در این سرزمین سیمخاردار دورش بودن و این خودش یکی از دردناکترین و بغرنجترین داستانهای تاریخ غرب آسیا است. احسان محمدی گفته با توجه به اینکه این فیلم توانایی اکران در خارج ایران رو برای نشون دادن مظلومیت کردها داره، انتخاب آقای معادی بسیار درست و سنجیده بود، ولی کاش لیلا حاتمی و شهاب حسینی انتخاب می‌شدن. هرچند همونطور که کاربرا هم اشاره کردن تماشای فیلم سخت و تلخه، اما حافظه جمعی یک قومه. چند نفر از ما قبل از ساخته شدن این فیلم حتی اسم سردشت رو شنیده بودیم یا میدونستیم چه بر سر اقوام کرد رفته. درخت گردو حافظه تاریخی تماشاگرش رو هدف قرار میده، اون هم در دورانی که همه سعی دارن فراموش کنن تا کمتر اذیت بشن. به همین دلیله که فیلم دقیقاً سر جای درست خودش ایستاده. سلام سینما، اگر ویدیومونو دوست داشتین یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.